با درودهای فراوان بر بینندگان ایران فردا و به ویژه برنامه ورزشی سوت در هر کجای دنیا که هستید. جام جهانی فوتبال با قهرمانی شایسته آلمان به پایان رسید و استقبال بی‌نظیری که مردم آلمان روز در واقع دو روز پیش از تیم قهرمان به عمل آوردند، خودش این یکی از رویدادهای این جام جهانی بود، نشون میداد که جام جهانی تا 15 ژوئیه همچنان ادامه داره. روزی که در ساعت 10 بامداد سه‌شنبه 15 ژوئیه تیم آلمان به فرودگاه برلین رسید و با اتوبوسی که سرباز بود به و البته قبلش یک اتوبوس دیگر که با 4 ستاره رنگ شده بود و تزیین شده بود، 4 ستاره‌ای که روی پیراهن تیم آلمان از این پس خواهد بود و نزدیک به 1,000,000 نفر در خیابان‌های برلین و در دروازه براندبورگ منتظر قهرمانان بودند. اونها هم سنگ تمام گذاشتند با آوازخوانی و رقص و شادمانی. به حال یک روز بزرگ برای آلمان بود. همه به برلین آمده بودند. فضا بسیار دوستانه و تماشایی بود. و به حال قبل از اینکه آلمان قهرمان بشه 30% آلمان ها فقط فکر میکردن که ممکنه امسال آلمان قهرمان بشه، اما به حال بعد از بازی فرانسه و آلمان به ویژه در آلمان خیلی امیدها بیشتر شد و به حال آلمان دیدیم که قهرمان شد. اما بعد از جام جهانی نقل و انتقال های کلاس جهانی هم مورد توجه است. کلوی نواس دروازه‌بان 27 ساله کوستاریکا در رئال مادرید امضا کرد. میدونید کسی است که در ضیافت پنالتی‌ها برابر هلند بسیار درخشید و با یک قرارداد 10,000,000 اورویی برای 2 سال به خدمت رئال مادرید در اومد. نواس پدیده 27 ساله جام جهانی بود. 160 بار شوت های گل رو مهار کرده در 5 قهرمانی بزرگ اروپایی در فصل پیش. و حالا از سوی دیگر اتلتیکو مادرید هم که دروازه‌بان بلژیکیش تییاگو کورتواز رو از دست داده به خاطر اینکه او تا به حال بازیکن قرضی بود به اتلتیکو مادرید، از سوی چلسی او به چلسی بازگشت و اتلتیکو مادرید قهرمان اسپانیا و یکی از فینالیست های لیگ قهرمانان با ژان اوبلاک از اسلوونی تا سال 2020 قرارداد بست و با قرارداد 16,000,000 اورویی که برای دروازه‌بان ها یکی از رکورد ها باشه. یوونتوس با پاتریس اورا به پایان رسوند. پاتریس اورا ملی پوش فرانسوی، دفاع چپ فرانسه که در منچستر یونایتد بازی میکرد و حالا به خدمت یوونتوس در اومد. الگری مربی جدید یوونتوس که جانشین آنتونیو کونته شد، الان به چند بازیکن فکر میکنه، از جمله به لوتزی بازیکن آرژانتینی تیم پاریس سن ژرمن که میلان آسه و چلسی هم به دنبال او هستند. لوتزی با وجود اینکه در بسیاری از بازی های آرژانتین در بازیکنان اصلی بود، اما در تیم پاریس سن ژرمن خیلی مورد استفاده قرار نمی گرفت. به این جهت لوتزی تصمیم گرفته که شاید پاریس رو ترک بکنه. اما روزنامه های دیگر، این صفحه امروز روزنامه اکیپه که به نقل و انتقالات و همین دروازه‌بانی که از این پس از دروازه رئال مادرید دفاع میکنه، رئال مادرید به دنبال رودریگز هم هست، بهترین گلزن جام جهانی که 6 گل زده. و بعد یکی دیگر خدیرا که بازیکن آلمانی تیم رئال مادرید هست، قراردادش رو تمدید نکرد و احتمالاً به تیم بارسلون به آرسنال میپیونده. میدونید که آرسنال پس از اومدن مسعود اوزیل با 50,000,000 اورو حالا سامی خدیرا رو
میخواد از رئال مادرید بخره با 25 میلیون اورو. قهرمان جهان خواستار 7 میلیون اورو دستمزد شده، در حالی که باشگاه آرسنال نمیخواد این مبلغ بپردازه. احتمالاً چلسی هم به دنبال خدیراست که به اون تیم بپیونده. اما روزنامه های دیگر، فرانس فوتبال هست که روی جلدش رو به تیم آلمان اختصاص داده با عنوان کلوسال که میبینید 4 تا ستاره و کلوزه هم که شد رکورددار جام جهانی از نظر گلزنی. این مجله فرانس فوتبال چندین صفحه به قهرمانی ها و قهرمانی های جام جهانی، به مسابقه های جام جهانی اختصاص داده و از جمله عکس های جالبی داره از همین قهرمانی تیم آلمان که میبینید. و نوشته که یک لو استوری، لو مربی تیم ملی آلمان هست که در جشن اومدن آلمان ها به برلین او گفتش که همه اینهایی که اومدن همراه ما قهرمان جهان هستند. من فکر میکنم که وقت زیادی نداشته باشیم جز اینکه باز مجله ویژه اکیپ هست که در همون روز فینال تیت زده بود که مرکز دنیا. و سرانجام میرسیم به روی صفحه اول امروز روزنامه اکیپ که به تور دو فرانس اختصاص داره و یک قهرمان فرانسوی که مرحله دهم رو برده، تونی گالوپین، و فرانسوی ها همچنان منتظر اینن که بعد از سالها یک قهرمان داشته باشن در این تور بسیار دیدنی و تماشایی که هر سال 10 تا 20 میلیون تماشاگر در سر راه هست. و این رقابت های امسال روز 27 ژوئیه در شانزلیزه به پایان میرسه و در حال حاضر یک ورزشکار، یک دوچرخه سوار ایتالیایی به اسم نیابلی، او در سطر هست با 2 دقیقه اختلاف به پورت از تیم اسکای. در همینجا به پایان برنامه سوت، به پایان این برنامه میرسیم. آرزوی شادی و شادمانی و سلامتی برای همه شما داریم در هر کجای دنیا که هستید. سپاس.